چقدر عجیبه که بشر هنوز نتونسته نسبت به جهان بعد از مرگ درک عمیقی داشته باشه و هنوز کلی سوال بی جواب توی سرش باقی مونده باشه. چقدر فیلم، سریال و بازی با محوریت دنیای ارواح ساخته شده که هر کدوم کلی با بقیه متفاوته. نمیدونم یادتونه یا نه، ولی سایلنت هیل یکی از اولین بازیایی بود که برزخ رو به تصویر کشید. اثری که راجب گناه‌های نابخشودنی بود و صد البته آدمایی که تقاص اشتباهشون رو بین این دنیا و برزخ میدادن. سایلنت هیل جریان ساز بود و تونست اسمش رو توی تاریخ صنعت بازی جاودانه کنه، به شکلی که حالا بعد از 20 خورده ای سال با شکلی جدید متولد شده. میدیوم یه ادای احترام تمام قد نسبت به بازیه که کودکی من و میلیون ها آدم دیگر واسه همیشه تغییر داد. اثری که استودیوی لهستانی بلوبر تیم ساخته، با اینکه هیچ وقت نمیتونه جاپای پدر معنویش بذاره، ولی یه حس غریبی رو توی وجودتون بیدار میکنه. همون حسی که بیش از 20 سال پیش با سایلنت هیل تجربهش کردیم. روایت داستان توی مدیوم مستقیم نیست و همین سرراست نبودن باعث میشه که از همون اول جذبش بشین. بازی یه جورایی شما رو وسط اتفاقات ول میکنه و ازتون میخواد تا گره های داستانی رو یکی یکی باز کنید. بازیکن توی بازی نقش دختری به اسم ماریان رو بازی میکنه که خودش یه مدیومه، یعنی این توانایی رو داره که هم جهان برزخ رو ببینه و هم با مرده ها ارتباط بگیره. این موضوع رو همون اول میفهمین، ولی اینکه چرا ماریان چنین قدرتی داره رازیه که تقریبا اواخر بازی متوجهش میشین. یکی از نقاط قوت مدیوم داستان پرداخت شده و قدرتمندشه که میتونه شما رو تا آخر دنبال خودش بکشونه، ولی این داستان ریتم نامنظمی داره. بخش پرولوگ کوتاهه و خیلی زود با جو بازی ارتباط میگیریم، ولی مشکل اینه که اتفاق مهم بعدی خیلی دیرتر میفته و همین باعث شد که اوایل راه یه مقدار خسته بشم. در واقع بعد از ضربه اول داستانی روایت مثل فیلم‌های بلوک شرق اروپا میشه و طول میکشه تا دوباره جون بگیره. با این همه سورپرایزایی که تیم نویسنده واسهتون آماده کردن کم نیست و چند باری پیش اومد که رو دست بخورم، اگرچه یکی از مهمترین پلات تویستا رو از چند ساعت قبل حد زدم. مدیوم به چند شکل روایت میشه: دستنوشته ها و داکیومنت هایی که گوشه و کنار پیدا میکنین، ساختن یه بخش از گذشته که بعداً توضیحش میدم، و البته کاتسین‌های سینماتیک. این المان‌ها به تنهایی نمیتونن مسیر داستان رو پیش ببرن و واسه فهمیدن تمام ماجرا باید با همه‌شون تعامل کرد. کاراکترهای بازی زیاد نیستن، ولی اطلاعات هول و هوش هر کدومشون واقعاً زیاده و میتونه راحت گیجتون کنه. خوشبختانه شخصیت‌ها به شدت پرداخت شدن و میشه به راحتی باهاشون ارتباط گرفت. ماریان عالیه و در کنارش توماس قرار داره که فقط ای کاش به خاطر وایس اکتینگ ضعیف ارزشش پایین نمیومد. بقیه هم از فرانسیس گرفته تا کاراکتر ماو یکی از یکی بهتر و توی یک کلام فوق‌العاده‌اند. توضیح راجع به داستان زیاده و به همین خاطر میخوام واسش یه ویدیو جدا درست کنم، پس حتما منتظرش باشید. میدیوم تنها بازیه که روی صفحه به صورت همزمان دو بار اجرا میشه و قطعا همین موضوع بزرگترین چالشی بوده که بلوبر تیم باهاش مواجه بوده. سازنده ها میگن که ایده بازی رو از سال 2012 تو ذهنشون پرورش میدادن و میخواستن مدیوم رو روی پلتفرم‌های نسل هفتمی منتشر کنن که خب محدودیت‌های سخت افزاری نذاشت که این اتفاق بیفته. حالا که SSD وجود داره و سرعت پردازش تا حد زیادی بالا اومده، سازنده ها فرصت رو مناسب دیدن تا یکی از قدیمی‌ترین پروژه هاشون رو عرضه کنن. با این حال بازم مدیوم پر از مشکلات گرافیکیه که بعضی وقتا اجازه لذت بردن رو ازتون میگیره. اولین مشکل توی گرافیک به انتخاب موتور گرافیکی برمیگرده. آنریل انجین هر چقدرم که خوب باشه، ولی هنوزم مشکل تکچر پاپینگ یا همون دیر لود شدن آبجکت ها رو داره. وقتی یه بازی نمیتونه به صورت نورمال تکچر ها رو لود کنه، چرا باید دو تا بازی به صورت همزمان این کارو بکنن؟ مشکلات مدیوم همینجا تموم نمیشه و پایین اومدن رزولوشن زیر کیفیت HD روی ایکس باکس سریز اس بدجوری کارو خراب کرده. از باگای ریز و درشت هم که نگم، فقط یکیشون داشت باعث میشد که نتونم بازیمو ادامه بدم و آخرش هم مجبور شدم تا یه سیو عقب‌تر رو دوباره لود کنم. با اینکه سازنده‌ها وعده دادن که بازی روی 30 فریم باقی میمونه، ولی واسه من زیاد پیش اومد که افت فریم‌های محسوس داشته باشم. ولی با تمام این اوصاف بلوبر تیم توی بخش هنری شاهکار کرده. اونا به وضوح تحت تاثیر نقاش و مجسمه‌ساز بزرگ لهستانی یعنی زجیسواف بکشینسکی بودن، کسی که روی خیلی از بازیسازهای بزرگ مثل هیدتاکا میازاکی هم تأثیرگذار بوده. دنیای برزخ مدیوم عملا نقاشی‌های بکشینسکیه، با این تفاوت که سه‌بعدی شدن و میتونین توشون قدم بزنین. این برزخ ادای احترام دیگه‌ای از سمت سازنده‌ها به سایلنت هیل هم هست. هر کدوم از اتاق‌ها و محیطایی که توش حرکت میکنین کاراکتر منحصر به فرد دارن و اونقدر چیدمان آیتما درست و دقیقه که نمیتونین ازشون ایراد هنری بگیرین. به خاطر ماهیت دو دنیایی بودن مدیوم، دو تا آهنگساز جدا روی بازی کار کردن. یکی آرکادیوش رایکوفسکی که همیشه همراه بلوبر تیم بوده و یکی هم آکیرا یاماوکا. حضور یاماوکا تو بخش موسیقی باعث شده که با یکی از بهترین ساندترک‌های امسال روبرو باشیم که اگه گیم اوارز طبق معمول بد سلیقگی نکنه، نه تنها کاندید میشه بلکه شاید هم برنده شد. موسیقی ترکیبی از صداهای الکترونیک و آکوستیکه و مثل همیشه امضای یاماوکا پای کار هست. دنیای واقعی که یه مقدار فضای آرومتری رو میطلبه کار رایکوفسکیه و یاماوکای بزرگ بخش برزخ رو به عهده گرفته. کاری که یاماوکا با برزخ کرده استثنائیه و حس سایلنتی رو واسهتون زنده میکنه. بازی که یاماوکا رو به دنیای ویدیو گیم معرفی کرد. آهنگسازا به موسیقی خالی هم راضی نشدن و سه تا قطعه فوق‌العاده رو نوشتن که مری الیزابت مکلین یار همیشگی یاماوکا اجراشون کرده. قطعاتی که مو به تن هر کسی سیخ میکنن. البته مکلین توی اجرای یکی از قطعه‌ها با تروی بیکر همکاری داشته که خودش از وایس اکتورهای بزرگ توی صنعت گیمه. دیگه ایشالله تروی بیکر رو که میشناسین. اشاره به تروی بیکر شد، پس بهتره بریم سر وقت وایس اکتورها که تقریبا همه به جز گراهام ویک کارشون رو خوب انجام دادن. ویک واقعا نقش توماس رو معمولی بازی کرده و حیف که بازیگر با تجربه دیگه‌ای واسه چنین نقش سختی انتخاب نشده بوده. این وسط تروی بیکر تو نقش ماو ظاهر شده که نقشش کوتاه اما به شدت تاثیرگذاره. No, don't leave. You always leave. Stay with me. No, don't leave. They always leave. Stay with me. مدیوم توی بخش گیم پلی از خیلی بازی‌ها وام گرفته. از سایبریا و رزیدنت ایول گرفته تا سایلنت هیل. میشه گفت که مدیوم یه بازی ادونچره که المان‌های ساب ژانر وحشت رو به خوبی رعایت کرده. در واقع بازی پر شده از معماهایی که قرار نیست خیلی وقتتون رو بگیرن، ولی متاسفانه بجز معماها که بعضیاشون با عوض کردن دنیاها حل میشن، تقریبا نوآوری دیگه‌ای رو نمیبینیم و وقت زیادی از بازیکن واسه گشت زدن و جمع کردن کالکتیبل‌های داستانی گرفته میشه. البته چند تا پازل واقعا درست حسابی هم هست که نمونه‌شو جایی ندیده بودم، مثل تغییر آینه توی خونه عروسکی که اواخر بازی اتفاق میفته. یه بخشی هم وجود داره که باید خاطرات رو به شکل فیزیکی بسازین تا بخشایی از داستان بازی رو بفهمین. این وسط چند تا سکانس تعقیب و گریز نصف و نیمه هم داریم که خیلی جالب نیستن و نمیتونن فضا رو تغییر بدن. در آخرم باید بگم مدیوم بازی با ارزشیه که مشکلات فنی باعث شده که نتونه به یه شاهکار تبدیل بشه. سازنده‌ها ادعا کردن که این بازی جسورانه ترین ساخته اوناست، موردی که میشه خیلی راحت از همون اول فهمید، ولی کمبود نیرو و از طرفی پروداکشن دابل ای نذاشته که مدیوم همه ی پتانسیل‌های خودش رو نشون بده. شاید تنها بازی که بتونم کمبودهای فنی مدیوم رو کنار پتانسیلش مقایسه بکنم، ومپایر ساخته استودیوی دانتناد انترتینمنت باشه. واسه همین قصد دارم به بازی دو تا نمره بدم که یکی از نظر فنیه و اون یکی از نظر ارزش هنری. شاید اینطوری بشه عادلانه راجع به مدیوم قضاوت کرد. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین و کامنت بذارین. مرسی که این نقد رو تماشا کردین.